هم دو سپاس و خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیاء الهی و محمود وسیق در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم. امروز که 20 اکتبر سال 2018 میلادی است، سعادت است که یک بار دیگه هم در خدمت دوستا و عزیزا قرار دارم و از به این برنامه که برنامه برگشت به قرآن است تا جایی که مقدور است همه چیز ما در پرتو از این کتاب میبینم، تحلیل اگر میکنم، برداشت اگر دارم، حتما یک پرتو از این کتاب درش باید باشه، چرا این برنامه برگشت به قرآن است و خودم به می عقیده هستم که اساس کار ما مسلمان ها قرآن است و بس. اساس کار ما قرآن کریم است که ما ای را همیشه باید در نظر داشته باشیم و یعنی اصول اصلی ما قرآن کریم است که باید یاد بکنم که مسلمان های ما متوجه از حقیقت باشند. البته در برنامه امروز خب خبر تعصب باره داریم از شهادت جنرال رازق که خداوند رویشان شاد داشته باشه و ما خواستم که من یک تسلیت بتم. دو شب پیشتر من برنامه یک کلیپی از آقای شفیع عیار دیدم در این مورد که خواندن از نجوا را مانده بودن که شعر البته اونا خانم نجوا سروده بودن در حقیقت و من دیگه چیزی نیافتم بهتر از او که امور بگذارم همون قسمت شد که یک شعر بسیار خوب است، بسیار زیبا یک شعر و بخصوص که با آواز گیرا و آواز ملکوتی خانم نجوا بسیار زیبا سروده شده، امیر بگذارم و برای تمام هموطنهای خود و برای تمام کسایی که از این ناحیه متأثر متعلم هستند تسلیت گفته باشم. البته من میخواستم که از آقای شفیع عیار معذرت بخوایم از اینکه مسئله پیشان امیره
گرفتیم مردیم. البته به اجازه ایشان میخواستم بگویم، خب معمولا باید آدم اجازه بگیره و بعد از او باز بگویم، اما به هر حال من یقین دارم که اونا از این ناحیه کدام مشکل ندارن. و همین کلیپی که واقعا بسیار پر تاثیر بود، سرودی که شده بود، سرودی که داشتیم شنیدیم همه، ما باید یاد بکنم خدمت تمام عزیزا که همچو حالات اتفاق میفته، در حقیقت مبارزه خوب و بد یا good and evil ای از طول تاریخ بشر وجود داشته و به یقین که تا جهان باقی است هم باقی است. یعنی همیشه در مبارزه بوده، اوی که او چیزی که بد است یا ایول هست همیشه میخواین خوب را از سر رای خود باید پس بکنه. اگر او یک فرد است، منظور من همین ایول بد، اگر فرد است، اگر یک قوم است، اگر یک مملکت است، کوشش میکنن از سر رای خود کسایی که خوب است و اونا مانعی از اینا میشن، نمیخواین کمی شوم بودن یا همی زشت بودن یا همی خشونت و این مسائل ترویج پیدا بکنه، خب یک مانع است در سر رای از اونا. اونا میخواین این از بین ببرن تا بتانن که خودشان با دست باز با مو اعمال شوم و زشت که دارن و میخواین پخش بکنن سر تا سری رو بسازن کاملا. این مبارزه بوده. خواست خداوند قسم است که قرآن کریم در سوره اسراء آیات میکنه که قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی حق آمد و باطل زائل شدنی است. یعنی هدف است که باطل باید زائل شد، خواست خدایی است. اما در جوامع عقب مانده و که سیستم اداری فاسد و بیکاری که در کشورهای بنام اسلامی وجود داره، اینا درست برعکس است. این وضعی که باید خوب را حمایه بکنن بد را حمایه میکنن، این وضعی که خوب را برادر بگوین بد را برادر میخوانن. خوب موازی است که همچون چیزها اتفاق میفته، کاملا سیستم برعکس است، برعکس خواست خدا است. قرآن کریم یک آیه دوم در سوره رعد داریم. در سوره رعد خداوند یاد میکنه، البته 3-4 خط هست، اما قسمت آخرش هم میخوانم که صحبت از ایست که وقت سیل میه و دریاها پر میشه و این مسائل و چیزایی که ارزشمند است در زمین باقی میمونه، چیزایی که قف و خس و خاشاک هست روی آب میمونه، اینا و در آخر خداوند یاد میکنه که فَأَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ، ممو چیزهای بیکاره و قف سر او یا روی او به اصطلاح اونا کنار زده میشن، و اما ما ینفع الناس، و اما او چیزهایی که به نفع مردم هست، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، او در زمین باقی میمانه، در سرزمین باقی میمانه. که من پیشتر یاد کردم که درست در جوامع عقب مانده و مفسد ما با تعصب درست برعکس است. مفسد با دست باز و پیش میره، هر فساده که بکنه میکنه، و متاسفانه که رهبریت ها چون یا فروخته شدن یا اجیر هستن یا هر چیز دیگه ای که هستن، همه میدانن این مسائل را، اونا سر از این چیزا سرپوش هم میگذارن. یعنی اونا را میگذارن که همون ایول یا بد دست باز داشته باشه که بتانه کار خود انجام بده، در حالی که خواست خدا چیز دیگه است. باید بد کنترل شوه، بد باید حاشیه بره، تا خوب باید در جامعه چیز شوه، در جامعه پخش شود و در جامعه توسعه پیدا بکنه و
آوازی است که جامعه به سوی بهبود میره. پس این چیز غیر عادی نبوده، اتفاقات است که ما و شما همیشه در طول حیات خود ما دیدیم و شنیدیم اتفاق افتاده و اتفاقات است که هم میفته در آینده. تا وقتی که ما بیدار شویم، تا وقتی که ما رهبر خوب داشته باشیم، رهبری که مسئولیت پذیر باشه و بتانن تا جایی که مقدور است بد را کنترل بکنن و خوب را پخش بکنن، که او خواست الهی است و در اون صورت است که واضح است که او جامعه و سوی بهبودا رفا میره، شک درش نیست. البته خب من زیاد صحبت نمی کنم، آقای عیار کلیپ مفصل تقریبا مانده بودن و صحبت های زیاد دوستا اما اخبار تعقیب کردن. فقط روی جنرال رازق شاد می خواهیم و برای فامیلشان، برای اولادهایشان، برای دوستدارایشان، برای همه تسلیت. و امیدوار هستم که همچون چیزهای در جامعه ما دیگه اتفاق نفتد. و ضمناً یک خبر، بازم یک خبر تأسف‌ناک دیگه شنیدم که در شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو در یکی از مساجد که مسجد ابوبکر صدیق نام داره، در اونجا یک هنرمند عزیز ما استاد محترم استاد مهوش و نماز جمعه رفته بود و یک تعداد خانم ها اونا را نماندن که نماز بگذارن. البته جزئیاتش هم من نمیدانم، بیشتر قدرک شنیدیم که اونا را نماندن که نماز بخوانن که تو هنرمند هستی، هنرمند به مسجد در قدچی تو یک چیزی در اتمن دیگر، که من بسیار متاسف شدم، واقعا متاسف شدم. اولی که چیزهاییست که در کلچر ما اصلا نبوده، در کلچر ما قطعا وجود نداشت. یک هنرمند احترام میشد، یک هنرمند عزت داشت، یک هنرمندی که باید بسط خانم مهوش، استاد مهوش، و هم یک خانم، واقعا قدر و عزت داشتن در کلچر ما. البته بوده چیزهای استثنایی اتفاق میفتاد، اما چیزهایی که امروز اتفاق میفته استثنایی نیست خواهر برادر من. اینا چیزهایی است که ما همیشه همی هوشدار دادیم برای دوستا و عزیزای خود که احتیاط بکنین، اولادایتانه، جگرگوشایتانه و همچون تسلیم همچون خرافات به نام دین نکنیم که خشونت داشته باشند، تعصب داشته باشند، جدایی ها را دامن بزنند و بی‌احترامی بکنند. من یک انسانی که یک انسان محترمی است آمده در اونجا نماز بگذاره. هیچ کس، باید یاد بکنم که هیچ فرد مومن این حق را نداره که از یک عبادتگاه خدا، کسی که به پای خود میآید میخواه عبادت بکنه، او را مانع شود. هیچ کس به هیچ عنوانه. البته منظور من ایست که از نظر اسلام میاد میکنم، این که هر کس میکنه خو میکنه، اما از نظر اسلام اگر یک کسی مؤمن هست به خود ابدا این حق را نباید بده که همچو کار را بکنن، همچو بی‌نزاکتی را بکنن و همچو همچون چیزهایی که کاملا مغایره ارزش‌های دینی خود ما هست انجام بده و وام در مقابل یک خانم، یک خانمی که خودش آمده که میخواه نماز بخونه، یک خانمی مؤمن است. هنرمند که شد خو از دین نمیبراید، هنر خو انسان را از دین و اینا دور نمی کنه. بله هنرها یا موسیقی های مبتذلی هم هست که جز بد خرابی ها را پخش بکنه، اگر پیام خراب داشته باشه، اگر
جدایی ها را دامن بزنه، اگر توهین تحقیر درش باشه، اگر فحشا و شهوت و این مسائل دامن بزنه، خب او یک رای دیگه داره. حتی اموره هم اجازه کس نداره که از مسجد مانشه، ابدا امو شخصیت هم اجازه کس نداره. انسان ها باید با اخلاق سلیمه که دارن، اگر مؤمن به خدا هستن، باید همچون انسان هایی که ولو با او اخلاق خراب اگر وارد شوند، که منظورم به هیچ وجه استاد محوش نیست، اینها شخصیت بسیار والایی است که 50-60 سال در جامعه ما اینا منعیسی هنرمند خوب معرفی بودن. و بخصوص که شدیدم یک دسته نفر خانم ها بودن، ولی من نفهمیدم که یا جوان ها بودن یا خانم های مسنه بودن، که اگر جوان ها بودن هم متاسف هستم برشان که جوان های ما چرا همچو تسلیم همچو چیزهای میشن و از عقل سلیم خود چرا کار نمیگیرن. و اگر مسن بودن خب هنوز بده از بدتر دیگه، که اونا با تجربه که دارن با اسلام را که تا جای مقدور از درک کرده باشن چطور به خود همچو اجازه را میدن. و فکر میکنم اکثرا جوانترها همچو کارا را میکنن برای از اینکه شستشوی مغزی میبینن در همونطور مساجد، که امیدوار هستم مسجدی کنترول داشته باشن. مسجد ابوبکر صدیق مسجد کلانی است در شمال کالیفرنیا. کسایی که مسئولینش هست محترم هستن، امیدوار هستم که اونا این جدی گرفته باشن. امیدوار هستم که اونا رسمن از خانم محوش معذرت بخواین و این خواهرای ما که اگر اشتباه کردن و به اشتباه خود پی ببرن، پی بردن به اشتباه خود، اینا معذرت بخواین و رای خود اصلاح بکنن. خواهرای ما هستن، در کنار ما هستن. انسان ها اشتباه میکنن، اما بهترین انسان همون انسان است که اشتباه خودم رو توجه میشه، درست میکنه و با تواضع کامل معذرت میخواه. یک چیزی را که خراب کرده پس دوباره باید ترمیم بکنه و ندامت بکشه و همچون کارهای دیگه رو نکنه. باید یاد بکنم که برای خواهرای ما که همچون کارهای را همچون عملی که واقعا با ارزش های ما مغایرت داره اصلا اسلامی نیست. خواهرای من اصلا، خواهر و برادر اصلا اسلامی نیست. ببینین او پیامبری را که ما و شما برش ایمان داریم، او پیامبر حدیث موثقش که متاسفانه در جامعه ما یه حدیث را اصلا کس عمل نمی کنه. یه حدیث واقعی پیامبر است که با اخلاق پیامبر می خونه، با کرکتر پیامبر میخوانن. و پیامبر از جان نقل شده از مبارک بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، ما فرستاده شدیم تا اخلاق را، مکارم اخلاق را تمام بکنم، یعنی اخلاق را با بهترین استاندارد پیاده بکنم در بین کی؟ در بین امت خود. امتش کی است؟ یعنی ما ها هستیم. آیا همین یک اخلاق اسلامی بوده که خواهرای ما در مقابل یک خانم هنرمند شناخته شده کشور عزیز ما انجام دادن؟ ابدا ابدا اسلامی نبودن، ابدا اخلاقی نبودن، قطعا از اخلاق بدور. یا مبارک حدیث دیگه که ازشان نقل شده که میفرمودن که خالق الناس به خلق حسن. شما با انسان ها، ببینید اینجا نگفته مسلمان، اینجا نگفته افغان ها، خالق الناس یعنی با انسان ها به خلق حسن و خوب شما برخورد بکنید. آیا همچون یک حرکت خلق حسن است؟ ابدا از اخلاق و پیامبر بسیار بدور است. یا آیا او پیامبری که
می فرمودند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنین از نظر ایمان کسایشان هست که بهترین اخلاق دارند. خب پس وقتی که همچو حرکت یا همچو یک برخورد اخلاق اسلامی نباشد، خب بازی است که از ایمان کافیان برخوردان نیستن. خانم ها این خوهرهای ماستن، باید رای خود اصلاح بکنن، باید رای خود اصلاح بکنن. و چون این عمل، چون این عمل به نام اسلام در یک مکان مقدسه که عبادتگاه مسلمین است در اونجا انجام شده و من که برنامه برگشت به قرآن دارم، من شخصا از خانم مهوش از این بابت من معذرت میخوایم، برای از اینکه همچو اعمال هیچ به اسلام ارتباط نداره، هیچ به اسلام و به پیامبر ما قطعا ارتباط نداره. منتها از خواهرهای خودم همین تقاضا دارم که امیدوار هستم متوجه حقیقت شده باشن و رای خود اصلاح بکنن و مسجد ابوبکر صدیق مسئولین محترمش امیدوار هستم که این جدی تعقیب بکنن که همچو چیزی در مساجد اتفاق نفته. و باید تذکر بدم که باید ما خواهر و برادرهای دیگه باشه در این راه، یک سی خواهر برام آمدن یک خانم را استاد میکنن، باید ده نفر دیگه در مقابلشان استاد شود که خودت هیچ حق نداری، خواهرم خودت هیچ حق نداری، خانم مهوش در خانه خودت نامده، در خانه ایت میتونی که حق داری که اجازه ندی یک کس را، اما این خانه خانه خدا مرسوم است، در اینجا خودت حق نداری. باید ده نفر دیگه استاد میشد که خواهرها متوجه اشتباه خود میشدن و دیگه جرأت نمی کردن. باید این کار انجام شود، باید این کار انجام شود. و ضمناً با یک مثال ختم بکنم که پیامبر خدا در زمین در وقتی که در مدینه منوره بودند، یک گروه به نام گروه نجران، مسیحیای نجران که در جنوب شبه جزیره بودند، اونا با ایشان ملاقات داشتن. ملاقات پیامبر خدا در مسجد نبوی، مسجد خودشان، مسیحی ها را اجازه دادن که بیاین ملاقات بکنن یکی دو ساعت. یکی دو ساعت در مسجد نبوی آمدن. بعد از یکی دو ساعت مسیحی های نجران گفتن ما یک تفریح میگیریم، میریم بیرون به عبادت که وقت عبادت ما هست. پیامبر برشان میگه که شما عبادت میکنین خدا را، ای عبادتگاه خدا هست، شما بیرون نرین، ما بیرون نریم و میشه شما عبادت بکنین. در حالی که اونا صلیب خدا داشتن، اونا صلیب پرستش میکنن، صلیب میگذارن، عبادت میکنن. پیامبر خدا در مسجد نبوی اجازه دادن. و امروز ما چقدر از او پیامبر دور شدیم که یک خانم هنرمند خوده، یک عزیز و سرسفید خوده، ما اجازه ندیم که در مسجد به نماز بخوانه. بسیار جفا است، بسیار جفا است. و امیدوار هستم که این خواهرای ما متوجه شده باشند و هم معذرت بخواهند و هم رای خود را اصلاح بکنن. بسیار ناجور و بسیار نادرست بوده و امیدوار هستم که درس به خواهرها و برادرهای دیگه ما هم باشه که همچو حرکات را نه انجام بدن و نه همچو حرکات را اجازه بدن که در مساجد اتفاق بفته. نه تنها در مساجد، در هیچ جای نباید اتفاق بفته. بله، امیدوار هستم که همچو چیزها واقعا دامنشان چیده شود و والدین متوجه باشند و همه متوجه باشند. در امی ارتباط امی کلیپ را که من ماندم، یک چیز دیگه هم در فکرم خطور کرد چون از آقای عیار یاد کردم. هفته قبل یک تن از افغانهای بسیار عزیز ما، محترم ما،
با لحجه شیرین قنداری که واقعا چون ما اکسال در قندار بودیم عزیزار من میفهم چقدر انسان های محترمه هست در اونجا در ولایت در هر جا البته و شکایت کردن از آقای عیار و عنوان از این که جدایی مندازن بین پشتو و فارسی و ازازار و ازبک و تاجک اینا من همین فرصت را غنیمت دیدم که ببینین درست هفته پیشتر بود و در امی هفته اتفاقی که برای جنرال رازق اتفاق افتاد شهادت شد یعنی کلیپ که از آقای شفیع یار من دیدم من قدر تأثیر خود که اونا نشان دادن من حتی هیچ وقت قدر تأثیر ازشون ندیده بودم جدن تأثیر خود نشان دادن در حالی که جنرال رازق پشتون بود و زبان پشتو صحبت میکرد زبان اصلیش زبان پشتو زبان مادری زبان پشتو و چطور این سوء تفاهم در بین ما ایجاد میشه که ما بگوییم که آقای عیار البته باید دید یک چیزی یاد بکنم که من ایجا نامدیم که از آقای عیار دفاع بکنم و آقای شفیع عیار به دفاع من نیاز هم نداره بیشتر بینندایشان صدها برابر بیننده برنامه‌ایم هست و من نیاز ندارم که من دفاع کنم از آقای عیار ولی این مسئولیت خود میدانم که دفاع از حق باید صورت بگیره که وقت آقای عیار به این اندازه تأثیر از خود نشان میده و حالات دیگه هم بسیار اتفاق افتاده یک عمل استثنایی نبوده همیشه که من بعض برنامه‌هایشون که دیدیم هیچ وقت من متوجه نشدیم من میخواستم خواستم که همین سوی تفاهم را از ذهنمون از اون برادر محترم عزیزم که هفته قبل با لطف و محبت زنگ زدن و از ذهن برادر و خواهر دیگه خود اگر زدوده تانسته باشم تا اندازه که وقتی ببینین آقای عیار هم این کار هم میکنه تأسف از اون تأثیر میخورن از اونا از کشته شدنشان شهادتشان خب پس پشتون بعدشان نمیاد یعنی در بین پشتونای بد بعدشان نمیاد بله پشتونایی که خیانت میکنن به وطن بله فارسی زبانایی که خیانت میکنن به وطن بله بعدشان میاد بله ما میاد فارسی زبان بعد ما میاد که خیانت بکنن به این ملت و اون فارسی زبانه که خود را به پاکستان فروخته باشه نفرت دارم ازش اون فارسی زبانه که طالب را برادر بخوانه نفرت دارم ازش یا اون پشتو زبانه که طالب را برادر بخوانه نفرت دارم ازش من از این که طالب دشمن از وطن است دشمن دین ما هست دشمن از این کتاب است این کتاب را به حد ناجور اینا معرفی کردن که امروز وقتی قبل یاد کردم که امروز یک تعداد به یقیده هستن که دین غیر قابل اصلاح هست که یک برنامه شاید سرش بگیرم این کی معرفی کرده؟ طالب و امثالش پس همچون چیزهایی وجود داره هم افغان خراب داریم یعنی پشتون خراب داریم هم فارسی زبان خراب داریم هم ازبک و هزاره و تاجک خراب داریم هم مسلمان خراب داریم و هم مسلمان خوب شکر داریم تاجک خوب شکر داریم پشتون خوب شکر داریم هزاره و ازبک خوب شکر داریم و اگر در کشور هندوی خوب هندو داریم هندوی خوب داریم شکر اگر مسیحی داریم مسیحی خوب شکر خوب هستن اگر باهایی یا زردشتی یا هر گروه دیگه که هستن انسانهای خوب و خراب در هر گروه از خوار برادر من هیچ وقت از من نشنوین که یک گروه مطلقا خراب است و یک گروه مطلقا خوب است و ایره صرفا خواستم یک تذکر بتم و نه به خاطر دفاع از آقای عیار بلکه به خاطر دفاع از حقیقت که قرآن کریم برای من این تعلیمات را داده و امیدوار هستم که همه ما از این قرآن درس بگیریم و این قرآن اساس قرار بدیم واقعا من سخت علاقمند از این کتاب هستم البته تازه نه از ده ها سال است که من علاقمند از این کتاب بودیم برای اینکه من این کتاب را اصل قرار دادیم و هیچ چیز را
حتی گفتیم که روایات بیاید که 500 نفر را پر داده باشند که ما از دهان مبارک پیامبر شنیدیم و اون مخالف قرآن است، من میگم یا دروغ میگی یا اشتباه خودت است. اصلا پیامبر مخالف کتاب صحبت نمی کنند، چون ای از استاندرد من. و او حدیثی که میوامیان سه حدیث به خدمتتان بیان کردم که از سه حدیث راجع به اخلاق پیامبر، اخلاقی که پیامبر آورده برای در ما تبعی ما ترویج میخواه بدن. چرا مطابق همین سه حدیث ما امت اگر یک مسلمان اخلاق نداشته باشه، شب و روز نماز بخونه، حج بره رو هر سال، عمره بره، قرآن بخونه، اگر اخلاق نداشت ایمانش بسیار ضعیف است برادر خواهر من. شاید هم ایمان نباشه، شاید یک ایمان فریبنده بوده باشه. امیدوار هستم خواهر و برادر ما این رای خودم درست بکنن. خب یک تن البته باید همیج یک انتقاد سر اسلام یک دوست عزیز ما بینی محترم و البته یک کلیپ دیده بودن یک چیزی گذاشتن که نوشته کردن آلیس، اما هر قدر دین مطالعه میکنن سردرگمی و گیچی و اینا برشان آیت میشه، اصلا به دین اعتقاد ندارن. ملامتشان نمیکنم، مربوط البته انتخاب مربوط خودشان است. خب ببینید که واقعا همچون انسانها را، انسانهایی که از عقل سلیم اینا کار میگیرن، همچون چیزها اینا را از دین دور میکنن. برای می برادرم باید یاد بکنم که این چیزهایی که به نام دین امروز مرسوم است جز دین نیست، یا تشریفات، کلچر، همه چیز آوردن درش. یا دین ما اصلا ما به اعتقادا به چیزایی که مسلمان امروز انجام میده، یک تعداد چیزایی که انجام میده اصلا معتقد نیست. شناخت خدای دین نیست که خدای خود انسان با وحدانیت بشناسه. خدا ذات خوبی است و بر از او به هر نوعی که میخواه سر تعظیم فرود بیاره، تسلیمش باشه، انسان خوب باشه، این و انسان را دوست داشته باشه. اگر میتونه کمک بکنه، لطف داشته باشه. اگر نتونست حداقل صدمه بر کس نزنه، چی با یک لفظ باشه یا با نظر دست و زبان و حرکات و اینا خود باشه. بازم اگر دیست دیگه به خاطر ما آمد که از پیامبر خدا که یاد میکردن که المسلم من سلم الناس من لسانه و یده، مسلمان اونمو کسی است که دیگرا از شر دست و زبانش در امان باشه، اونو مسلمان است. بیاین که ما و شما همچو مسلمانی را پیشه بکنیم. عقیده ما مربوط خود ماست و خدای ما. چقدر عبادت میکنیم، چقدر نماز میگذاریم، چقدر خیرات میدیم، چقدر قرآن میخوانیم مربوط ما و خدای ماست. پیش خدا هیچ چیزی نمیشه، اما انسانیت ماست که درجه ایمان ما را و درجه اسلام ما را او تعیین میکنه. بیاییم که از همچو مسلمان ها باشیم و انشالله که رای ما پیش خداوند انشالله که سرفراز خواهیم بود. یک تن از برادرهای دیگه ما صحبت کرده بودن در امی کلپ های قبلی، یکی دوبار صحبت کردن فکر میکنم در مورد صیغه. بیننده گرامی خوشحال هستم که بازم در خدمتتان هستم. یاد کردم که یک تن از بیننده خوب ما سوال کردن در مورد صیغه اینا که اگر سرش یک تبصره بکنیم، صیغه به نام صیغه هم یاد میشه، به نام متعه هم یاد میشه، به نام به فارسی به نکای موقت. نکای موقت که در بین برادرای یا پیروای محترم شیعه وجود داره، سنی به او اعتقاد نیستن و تنها شیعه معتقد به ای هستن. به اون خاطر دوستا خواستن که اگر سرش یک تفسیری بکنم. من قبل از اینکه تفسیری خود بکنم، از آیات قرآن صحبت بکنیم و این مسائل یک اندازه سرش صحبت بکنم، یک کلیپ
که امیر نشان بده که یعنی چی هست، یعنی شاید دوستان ما آگاه هستن، اما حداقل یک کلیپ مختصر از همون رو ببینیم با هم. سپیده هستم، سوال دارم. من نرگسم، کارشناس حقوقی. جواب میدم. زن صیغه‌ای به کی میگن؟ طبق قانون زن صیغه‌ای به کسی میگن که به عقد موقت مردی در اومده باشه. و صیغه لفظ عرفی همون عقد موقته. خب زن و مرد چطوری میتونن به عقد موقت هم در بیان؟ نرفتن به محضر خونه لازمه، نداشتن شاهد. زن و مرد میتونن خودشون تو خونه صیغه عقد رو جاری کنن. به این صورت که زن به مرد میگه که خودش رو در ازای یک مهریه مشخص برای مدت معین به عقد مرد در میاره و مرد هم میگه که قبول میکنه. خب زن تو ازدواج موقت همون حقوق ازدواج دائم رو داره؟ نه، زن تو ازدواج موقت برخلاف زن تو ازدواج دائم حق گرفتن خرج و مخارج روزمره یا همون نفقه و از شوهر نداره. و در ضمن اگه شوهر بمیره زن ازش ارث نمیبره. اما مهریه حتما بهش تعلق داره. و حتی اگه مهریه تعیین نشده باشه تو ازدواج موقت اون ازدواج اصلا باطله. خب مدت این عقد موقت مشخصه؟ آره. حالا میتونه فرضاً چند دقیقه باشه یا مثلا 99 سال باشه، اما حتما باید مشخص شده باشه این مدت. مثلا زن و مرد نمیتونن یه چیز غیر مشخص مثل این که تا وقتی که همدیگر رو دوست داشته باشیم و به عنوان مدت عقدشون تعیین کنن. خب اگه این وسط یه بچه‌ای به وجود بیاد تکلیف اون بچه چی میشه؟ اگه زن حامله بشه اول از همه اون ازدواج باید ثبت بشه. و بعد بچه‌ای هم که از ازدواج موقت به دنیا میاد دقیقاً همون حقوقی بچه‌ای رو داره که از ازدواج دائم متولد شده. یعنی پدر باید برای بچه شناسنامه بگیره، موظفه که خرج و مخارج بچه رو بده و اگه پدر هم فوت کنه اون بچه از پدر ارث میبره. یه مرد زندار میتونه در آن واحد چند تا زن صیغه‌ای داشته باشه؟ آره میتونه و هیچ محدودیتی هم نداره. خب یه زن شوهردار چطور؟ اونم میتونه؟ نه، زن شوهردار دیگه نمیتونه صیغه کسی بشه. در نتیجه زنا مثل خیلی از مردا نمیتونن از عنوان صیغه برای فرار از اتهام زنا استفاده کنن. چطور؟ خب اگه یه مرد زندار با یه زن مجردی رابطه جنسی داشته باشه و بعد گیر بیفته، همیشه میتونه عنوان کنه که اون زن رو به عقد موقت خودش درآورده بوده. اما حالا برعکسش، اگه یک زن شوهردار با یه مردی رابطه جنسی داشته باشه دیگه نمیتونه عنوان کنه که بگه صیغه اون مرد بوده، در نتیجه مجازات میشه. البته این مسئله صیغه اینا واقعا دوستای ما آگاهی دارن تا جایی که معلومات کافی البته اینا دادن، منتها اختلاف است. یکی از اختلافاتی که بین دو مذهب عمده یعنی مذهب تشیع و مذهب تسنن وجود داره در این مطلب هست که بیشتر آیا بین که ببینیم که آیا یک امی صیغه چیز قرآنی داره یا نی، ریشه قرآنی داره یا نی. یگانه آیه را که در سوره نساء آمده، سوره چهارم قرآن پاک، آیه 24مش است که در همین مطلب اهل تشیع ایرا سند میارن که مسئله در مسئله زن و المحسنات و من النساء، البته اگر آیه 23 میشه بخوانین، محرمات را خداوند یاد میکنه که خانم خواهر و مادر و خواهرزاده و برادرزاده نکایشان جواز نداره، حرام است این مسائل. و ادامهش امی آیه 24 سوره نساء و المحسنات و من النساء و زنان که شوهردار هستند الا ما ملکت ایمانکم، مگر زنانی که دستان شما مالک شده، که او یک بحث علایده داره. امیدوار هستم که
ما توضیح دادیم که برای دوستا واضح شده باشد، در غیر از او بازم سرش صحبت میکنیم انشاءالله. و احل لکم ما وراء ذلکم، و بالاتر از این حلال است برای شما محسنین غیر مسافحین که محسنین باشه، یعنی با یعنی با پاک دامنی و با خوبی، نه ای که صرفا به خاطر خوشگذرانی باشه، یعنی به خاطر ازدواج مطرح است دیگر. ازدواج مطرح است، اما قسمت جنجالیش یعنی قسمت بعدیش است، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، یعنی فما استمتعتم به منهن، وقتی که شما از اونا بهره گرفتین اجر یا مزدشان که تعیین شده، مزد تعیین شده ایشان برشان بپردازید. همین جنجال کار است درش، برای اینکه کلمه فما استمتعتم، استمتاع اینا هم ریشه ایشان میم و ته و عین است، متع یا متاع که میشه بهرمند شدن، بهره گرفتن، سود گرفتن معنا میده. و عظمی کلمه استمتعتم است که برادرهای تشیع ما اونا میگن متاع، از امیجا متاع که میگن، از امی کلمه که گفتم ریشهش متاع هست، متاع از امی برداشت کردن که یعنی متاع، یعنی در امیجا میگه آیه 24 ذکر شده کلمه متاع ای جای در قرآن کریم نامده، کلمه میم تعین در بیشتر از 20 جای در قرآن کریم با مشتقاتش آمده. و اما همی یکی نام میگن که یعنی متعدرش وجود داره، به خاطر همی گرفتن که کلمه استمتاع درش آمده، در ذکر شده. اما بیاییم که بریم ببینیم که همی کلمه استمتاع در سوره توبک، سوره نهم است، آیه 69 است. بله، سوره نهم آیه 69 است. همین کلمه استمتع 3 بار در یک آیه آمده. ببینید صحبت از این است که کالذین من قبلهم اشکال، یعنی مثل کسایی که، البته داستانی از قصه از سر صحبت میشه و یاد میکنه خداوند که مثل کسایی که قبل از شما بودن و اونا شدیدتر بودن در قوت خود و همچنان با مالشان از شما کده بیشتر بود، اولادشان از شما کده بیشتر بود، باز یاد میکنه که فستمتعو بخلاقهم، فستمتعتم بخلاقکم، یعنی اونا با اون سهمی که برشان داده شده بود از اون سهم خود بهره بردن و شما هم از سهمی که دارین بهره ببرین، بهره میبرین. ببینید کلمه استمتاع در اینجا ذکر شد، باز هم یک جای دیگه کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، همونطور که قبل از شما کسایی بودن که اونا از امی مال و دارایی بهره مند شده بودن و اونا بهره خود گرفتن. ببینید کلمه استمتع 3 بار در امیجا ذکر شد در این آیه 69 سوره توبه و یک بارم در آیه 24 سوره نساء که آیه مورد نظر ما هست ذکر شده. و از این آیه کلمه استمتع برادرهای تشیع ما میگن و میگن که کلمه متعظمی برداشت شده، اما در اینجا که در سوره توبه که 3 بار کلمه استمتاع تذکر رفته، هیچ نمیگن که ایام خیلی متمنا میده، یکی از ایام متمنا نمیده، برای اینکه فقط بهره گرفتن معنا میده، بهره گرفتن که شما مال دارین، اولاد دارین، قدرت دارین، شهرت دارین، هر چیز بهره گرفتین، امتیازی بوده براتون، بهره گرفتین یا خوب یا بد، مسئولیت چه خود شما میکشین، این به این معنا است. و در آیه 24 سوره نساء کلمه استمتع به حساب متع یاد کردن. و ضمناً باید یاد بکنم که کلمه صیغه در قرآن کریم وارد نیست،
هیچ وارد نیست. یعنی از این می آیه یگانه آیه است که در قرآن کریم اینا استناد میارن و اساس از این میگن که وجود داشته. این آیه بود، البته آیه قرآن کریم. اما جنجال اصلی ما مسلمان ها در روایات است که ما همیشه یاد کردیم که این اصلا جنجال بزرگ است که در پیامبر خدا در روزی که وفات پیش از وفات خود یک دو سه ماه پیشتر از وفات خود در حجۃ الوداع به می صراحت یاد کردن که ترکت فیکم امرا لن تضلوا، برای شما چیزی را گذاشتیم که ابدا گمراه نمیشین، لن ابدا گمراه نمیشین ان اعتصمتم به، اگر به او چنگ بزنید گمراه نمیشین. او چی است؟ کتاب الله، قرآن کریم، کتاب خدا. ولی مسلمان این را رها کردن. مسلمان کاملا قرآن را رها کردن متاسفانه. میخوانن در ختمه و دسمال میپیچانن قرآن را میخوانن به خاطر ثواب و اجر و این آن ارزش هایش فراموش کردن. نه تنها مسلمان عادی، برادرای ما که وعظ میکنن همین کتاب را فراموش کردن. با تاسف میگویند او که وعظ مبلغ هستند کتاب فراموش کردن، مطابق هست کتاب حرکت نمیکنن. یک آیه را میخوانن ولی بر روایات، با اونمون روایاتی که پیامبر منع کرد مردم را، پیامبر امت خود منع کرد که دنبال از اونا نریم که گمراهیتان میکنن. در صحیح مسلم هم آمده و حتی جای دیگه هم در صحیح مسلم باز آمده. این خود در کتاب حج بوده که آمده، چون در مراسم فیرویل یا مراسم که حجشان بود از جا خلاص شدن همین صحبت بسیار طولانی را انجام دادن، در خلال صحبت همین مطلب یاد کردن که فقط قرآن برتان گذاشت، اگر برش چند بزنین ابدا گمراه نمیشین و تخطی از امر خدا و پیامبرش است. امروز که مسلمان به این بیراه کشانده شده و ضمناً در کتاب زهد در همین صحیح مسلم هم تذکر رفته یک حدیث دیگه از پیامبر که لا تکتبو عنی و من کتب عنی سوى القرآن فلیمحوه، از ما چیز دیگه جز قرآن نوشته نکنین، اگر چیز نوشته کردین جز قرآن محوش کنین، از بین ببرینش. همه اگه از بین ببرینش امت صدها جلد کتاب به نام حدیث امروز وجود داره، صدها جلد کتاب. پیامبر گفت این از بین ببرین، صدها جلد کتاب، قرآن کریم یک جلد، صدها جلد در پالوی از ایماندن و از او پیروی میکنن. خب گمراهی دیگه شاه خودم نداره، برادر خواهر من شاه خودم نداره، باید برگردیم به این کتاب، دیگرهای وجود نداره. او پیامبر گرامی وزیز کتاب برای هدایت ما گذاشت و خداوندم مفصل به کتاب ذکر کرده که کتاب برتان گذاشتید، هیچ چیز دیگر نی. اما یک بحث علایده است که انشالله سرش مفصل تر میتونم پس آنها صحبت بکنم. اما اونمون روایات است که آمده، خطای دوستانم میگیرم انشالله یک چند لحظه بود و میره ختم میکنم، فقط مطلب ختم شد، بسیار مختصر است. در روایات زیاد آمده که متع در زمان پیامبر رواج داشت و متع می کردن و پیامبر بالاخره گفت که ما دیگه منع کردیم، منع شده دیگه تا روز قیامت دیگه منع است. به این عبارت هم آمده. یک تعداد دیگه که خود برادرای تشیع ما خلیفه دوم را میگن که او خلیفه دوم بوده که این را منع کرد، متع را کاملا گفت من منع میکنم، در حالی که در زمان پیامبر رواج داشت و صحابه انجام میدادند، ولی خلیفه دوم این منع کرد و بعد از او منع شد. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای وسیق. آ سلام محترم، بفرمایید. حال شما چطور؟ تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. شما ان شاء الله خوب باشین، بفرمایید. شکر. سلامتی شما. هفته پیشم را شما صحبت کردم و بله واقعا رسیدیم به سر آیاتی که من گفتم، به آیات در قرآن داریم که
شده به جنگ کردن و گوشت. یادم میاد بله یادم میاد درست است. شما همین گفته نمیته ما همین تو یاد نداریم. بله کاملا بفرمایید. گم چیزی دارین از آیات دارین چیزی؟ بله بله با آیان با آنان بجنگید تا آن که فشار و تعدا از میان برداشته شود و دین منحصر به خدا برگردد. جنگ بر شما مقرر شده است. شریف جان آیه رو که میگین باید شما میخواین باید شمارش و سوره‌ش هم بگوین. منظورتان آیه 193 سوره بقره بود؟ بله خب 193 سوره بقره ایران همیشه که بگوین خوب است که دوستان ما بفهمن و ما بفهمن سر چی صحبت میکنین. بله جنگ بر شما مقرر شده است هرچند برایتان نفرت انگیز است. جنگ بر شما مقرر شده است هر چند برایتون نفرت انگیز است. خب آیه دیگه به یاد آر آن صبح زود که از میان خانواده است بیرون آمدی تا مؤمنان را در مناطقی که برای جنگ موضوع می گرفتند بگماری. عمران 121. چه بهتر که در راه خدا بجنگید آنان که حاضرند زندگی و دنیا را به خاطر آخرت بفروشند، چون هر که در راه خدا بجنگد چی کشته شود چی پیروز گردد پاداش عظیم به او عطا خواهیم نمود. نساء 74. بس از دیگه امین چند سوالتان رو جواب بگویم کافیست دیگه یا دوگام داریم؟ 50 تا آیه دارم. خب 50 تا نه خب باز در برنامه بعدی باز چی میگین دیگه شریف جان؟ خب کم کم شما در هر برنامه که دو تا بگویم که یک ذره وقت بر دوگام باشه و بر دوستای دوگام وقت برسه و ما هم بتارم که امو آیات را توضیح بدم براتان. چون شما گفتین ما آیات همه چیز بوده تعرضی دفاعی دفاعی بوده و ما گفتم نه آیات داریم ما که تهاجمی است و تعرضی هم بوده گفته شده که برین با مشکین بجنگین. شما گفتین نه تک صحبتی نیه و آیات زیادی دارم که خداوند حکم میکنه که شما با منافقین بجنگید. من برتان توضیح میدم چرا نه. من برتان توضیح میدم حتما. باز در آیات بعدی انشاءالله در هفته‌های بعدی هم میتونیم که شما بیارین تا اینکه بر شما مواد شه و بر بیننده ما مواد شه چرا نه. بسیار تشکر شریف جان. ببینین که من سوالای هفته قبل بود یا دو هفته قبل آن موقعی که بود که ام آیات من برتان دادم که امی آیه یکی از آیاتشان امی آیه 190 سوره بقره بود که من گفتم در این آیه 190 قرآن کریم به من صراحت یاد میکنه که یعنی شما میتونین از خود دفاع بکنین ولی تجاوز را اجازه ندارین ولا تعتدو تجاوز نکنین ان الله لا يحب المعتدين که خداوند تجاوزگر دوست ندارد. آیه 193 شما آوردین همین آیه اول را که شما امروز گفتین 193 سوره بقره که یاد میکنه که وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه شما بکشین ایشان را همه تو را یاد کردین بکشین ایشان را و ما همین تذکر دادم فکر کنم تا یکی دو هفته پیشتر بودم این تذکر دادم که ببینین همین هم و قاتلوهم همین هم از این زمیر است زمیر جمع غایب است. این را میتونه که هر جنایتکار به نحو خود این را تفسیر بکنه هر مؤمن میتونه که به نحو خود به نحو که خودش میخواهد تفسیرش بکنه. یا ضمیر از ضمیر خو اسم برده نشده نگفته که کی گفته هم ایشان بجنگین با ایشان. گفتم حتی ما یک کلیپی که طفلای خورده همی گروه داعش اینا در پاکستان تعلیم میدادن طفلای خورده در یک کمپ تعلیم میدادن و تفنگچه را به دستشان داده بود اونان برشان تعلیم میداد و همی آیه را میخوان و میگفت که و قاتلو هم بکشین ایشان را و میگفت که هم کی است و میگفتن کفار. خب کفار پیش از اونا کی است؟ کسی که مسلمان نیست کسی که مسلمان نیست یعنی بکشین غیر مسلمان ها را یعنی هر کسی دیگه که است او جنایت است که امروز یک داعش و اینها او را
پابند همچون افکار فاسد کفرآمیز هستند. قرآن نمیگه اونه. قرآن کریم اگر شما در متن مطالعه بکنین از آیه 191 190 براتون گفتم 191 شو که ببینین 191 رو می صراحتیات میکنه وقتلوهم حیث ثقفتموهم هر جای پیدا کردین اونا رو میتونین از بین ببرین و اخرجوهم من حیث اخرجوکم شما اونا رو خارج بکنین از اون جایی که شما رو خارج کردن یعنی خانه و دیار شما را که حق نداشتن از پیشتان بگیرن به خاطر دین عقیده تان سرتان تعرض کردن و شما فرار کردین خانه تان ایلا کردین شاید زن و اولادتان را ایلا کرده باشین زاید مالتان را ایلا کرده باشین خود نجات دادین خدا میگه که شما هر جای اونا را پیدا کردین بایشان بجنگین از بین ببرین نشانه یا میکروب جامعه هستن در حق برازی که حق ندارن خانه تان را بگیرن که تو دین فرق میکنن حق نداره که اولاد تو را بگیره که دین خود از اونا را نداره و اخرجوهم من حیث اخرجوکم از این که در قرآن کریم واضح و بعد به صراحت تمام دیگه کجا یاد بکنه واقعا زیبایی قرآن ما مجذوبش هستم برادر خواهر من و باز در آیه 193 یاد میکنه که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه ببینین همین مطلب را همین تجاوز را خداوند فتنه میخوانه میگه این فتنه هست برای از این که انسان ها اگر بت پرستش میکنن اگر خدا یکتا رو پرستش میکنن اگر بگوان پرستش میکنن اگر بودا رو پرستش میکنن هر چیزی که میکنن انسان های پیسفول هستن انسان های صلح جو و خیرخواه ضرر و صدمهشان برای کسی نمیرسن ولی اگر کمک از دستشان ساخته باشه برای انسان کمک میکنن خب اونا یک دین خود دارن یک گروه می آید سر از اینا می تازه که نه شما یا دین ما را قبول کنین یا از بین می برم اتانه اونو را فتنه می خوانه قرآن کریم ولو که مسلمان باشه ولو که داعش امروزی طالب امروزی القاعده و بوکو حرام و شباب و اینا فتنه است که قرآن کریم می خوانه در از این که اونا یمی ها عین امو کار را گرفتن که در دوران که مکه سر مسلمان ها حمله می کردن حال قرآن کریم یاد میکنه که و قاتلوهم امرایشان مبارزه بکنید هم کی است اینمی کسایی است که تعرض میکنن سرتان شما آرام شیشتین یک جای شما راحت در خانه تان شین یک گروه میگه که یا بیاد دین ما را قبول بکو یا است که کشته میشی خانه تان میگیرم جای تان میگیرم زن تان اولاد تان دختر تان همه چیز و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه تا وقتی که امی فتنه از بین بره یعنی امی حالتی که انسان ها سر انسان های دیگه تعرض بکنن به خاطر که دین از اونا فرق میکنن به خاطر که عقیده از اونا فرق میکنن نه به خاطر که اونا تجاوز کردن تجاوز نکردن اونا بلکه دین از اونا فرق میکنن میگه این فتنه است شما بجنگین تا این فتنه از بین بره ببینید که این آیه درست است فرزند شریف جان تنها شما نیستین بلکه تمام کسایی که مخالفت با قرآن دارن مخالف برداشت دیگه دارن از قرآن از دین اسلام متهم میسازن میگن که قرآن گفته که فقط دینتان اسلام باشه کجا گفته دینت اسلام باشه کل این دین گفته که و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله دین به خاطر خدا باشه دین به خاطر خدا باشه یک مسلمان چه قسم خدا را شناخته اونمو دینش است یک مسیح چه قسم شناخته اونمو دینش است یک یهودی چه قسم خدا را شناخته مطابق مو حرکت بکنه اونمو دینش است یک بهائی زردشتی هر گروه یا هندوی ما برادرای هندوی ما خواهرای هندوی ما هر قسمی که خدا را شناختن مطابق اونمو شناخت خودش مطابق خود خودشان میتونن عبادت بکنن و تسلیم خود از او را به خدا ابراز بکنن مگر اینکه یک وقت مطالعه میکنن میفهمن که نه او را اشتباهی را بهتر است که یک قرآن میگه یا یک کتاب دیگه میگه مربوط خود انسان هاست در غیر از او هیچ انسان حق نداره و یکون الدین کله و یکون الدین لله که در جامعه آمده در سوره انفال هم یک جا آمده 38 و 39 در اونجا هم این چیز آمده که و یکون الدین و کله لله کل ادیان به خاطر خدا یعنی هر کس
بر شکل خدای خدا را عبادت میکنه، اونم به مشکل میتونه که خدای خود عبادت بکنه و کسی حق نداره که سرشان تجاوز بکنه. هر کس تجاوز میکنه ولو مسلمان باشه اونو فتنه است و از مسلمان های صلح‌جو و خیرخواه خواسته که همه دست به هم بتن بر علیه فتنه، یعنی بر علیه طالب، بر علیه القاعده، بر علیه داعش، بر علیه گروه تمامی گروه های افراطی مسلمان باید بجنگه. ولی مسلمان اینقدر فریب دادن که میگه اونا کلمه میخوانن، اونا کلمه میخوانن، خلاص کل چیز درست است. کی میتونه که بر علیه اینا جهاد اعلان بکنه؟ اصلا جهاد باید بر علیه از این گروه ها، گروه های ناجور اعلان شود و همه جهان بر علیه از اینا باید بخیزه، برای اینکه اینا فتنه هستن و اینا تمام جهان به فساد میکشانن. یک آیه بقره 216 را که یاد کردیم، 216 به معنی مطلب تقریبا که بله کتب علیکم القتال، قتال سر شما فرض شد و هو کره لکم، در حالی که بر شما خوشایند نیست. خدا میگه فرض شده سرتون. کدام قتال است؟ خب امو قتال است برادر خواهر من، امو قتال است که سر شما تجاوز شده. خدا برات امر میکنه که تو از خود دفاع باید بکنی، از خود باید دفاع بکنی. اول برای تو یک نیرو میده، نیرو میبخشه که یعنی من خدا سر تو در قد خالق یکتا امر کردیم، میگه که سرت امر کردیم که این وظیفه دینی است که از خود دفاع بکنی. تو با قدرت و نیرو میتونی بر علیه ازی بجنگی، برای ازی که یا تجاوز کرده سر شما. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. شما یک چیز خوش دارین در حالی که بدی خوب نیست براتون، یک چیز بد می‌بینید در حالی که به خوبی تان است. جنگ به خوبی تان است در کدام حالت؟ در حالتی که سرتون تعرض شد و شما از خود دفاع بکنید. اما به هیچ قیمت جنگ لازم نیست و جنگ ضرور نیست و جنگ اجازه داده نشده که شما سر دیگران تعرض بکنید. شما در صورت خودتان متعرض شناخته میشید. مسئله تبلیغ، پیامبر بر پیامبر گفته که تبلیغ بکو. بله خب پیامبر هم در مکه و هم در مدینه، در هر دو جایی که پیامبر 23 سال گذشتاندن همین توصیه برشون شده. یعنی تبلیغ کردن، امروز همه حق دارن که دین خدا تبلیغ بکنن. متاسف هستم که امروز در ممالک اسلامی کسی حق نداره که دین خدا تبلیغ بکنه اگه غیر مسلمان است. خود تبلیغ بکنه. ما انسان هستیم، انتخاب به دست ماها است. ما خوبه بپسندیم، اوی که خوب نیست رها میکنیم. اول ما اسلام اگر خوب نشان دادیم، که متاسفانه تا امروز نشان ندادیم، اسلام را خوب نشان ندادیم، خب ترس مسلمان از این ناحیه است. ترس ملا و علما و به اصطلاح و فقها و رهبرا و اینا، ترسشان قدرتشان است، پشت دین نمیگردن اینا. ترسشان قدرتشان است، برای اینکه اینا قدرت دارن، نفوذ دارن، دست به اصطلاح اما امکانات پیش از اینا هست، احترام میشن. خب اونها نمیخواین این از دست بدن. به او خاطر چی کردن؟ گفتن هیچ کس حق نداره که تبلیغ بکنه. مملکت اسلامی است، هیچ کس حق نداره دیگه تبلیغ غیر اسلامی را بکنه، در حالی که ضد قرآنی و ضد اسلامی. ما که حق داریم، ما اینجا تبلیغ میکنیم در کشور مسیحی، ما تبلیغ میکنیم. چرا یک مسیح در افغانستان حق نداره تبلیغ مسیحیت خدا بکنه؟ چرا؟ اصلا گناه هست، جفا هست، ضد قرآن عمل کردن است. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام علیکم. سلام خوارگل، خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید. زنده باشین. سلام به روش خیلی مونتره، به تمام دوستا، به مریم جان، به تمام دوستای عزیز سلام اکرامات خدا تقدیم میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خوش خورم باشید. انشالله که شما خوب باشین، صحت سلامت. زنده باشین. ما خواستم که اول در شما آفرین بگویم به یه افصله شما که واقعا هر کسی روشه قطع میکنن. شما چقدر انسان با تربیت استیم که بسیار به خوشی و بسیار لطفی خوش
بدون هیچ تریف سوالات رو از من جواب میدید. و دومی که من اعتراضات شهیده و قهرمانم اسمش نمیفهم چی بود اینها را من تسلیت میگم به تمام ملت افغانستان واقعا برای همه تسلیت باشه. بله رازق محترم که شهید شدن واقعا یک زایی بزرگ بود به افغانستان که ما پرگرام شفی جان حیارم دیدم که والا بسیار متاثر بود بیچاره ترال کوب پشتن بود واقعا غم انگیز بود و اطلاعی که بگویم و از قرنهار بودم و جوار قهرمان یا مثلا قیصدی و نگم از امروز اولین دفعه بود که آقای دوستمم صدای خود بلند کرد برای گوزبک است. بله شفی جانم یک بار صدا کرد آقای دوستم بخیزی که بخیز خیره که پشته شدی والا ما امروز من رو گریه کرد که آقای حیاری حرف زد. دوستم گفت بخیز و راستی یعنی حزب جمعیت و جنبش بسیار مردم زیاد دارد فقط تیر نشید. بله و راستی همی حرفایش واقعا نگر بسیار خوب بود. راستی هم میگن پشتون زیدی پشتونیزم هستن اما اصلا حرفا در خوب بعض چیزایش که هست کنم بلد سخاش حرف میزن شما شوخی کنم هم بسیار اگه انسان واقعا چیز و شما بسیار تشکر که از استاد محوش امروز یاد کردیم که خیلی جان راقبم امروز گریه گرفی حرفا را بزد بیچارم واقعا واقعا باید همه ما اونا هنر شخصیت های بسیار مهم هستن. بله 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 کاملا و واقعا ما متاثر شدیم و به خصوص حال که حالت افغانستان به حد خراب شده و این ذبیح الله آمده بود یعنی باور کنید مثلا به چیز سید محمود و سید سید یعنی باور کنید که دمون تلویزیون که بگه به گفته شما میشه نگید یعنی امون تلویزیون خواهر با گفته بعضی ها کافتاکی است بگن که یعنی در اون تلویزیون که خواسته شده بود یعنی باور کنید که خود رئیس تلویزیون میگفت که امروز نفر زیاد است اما باور کنید کی زیاد بود تمام طرفدارای زیاد بوده طرفدارای البته طرفدارا نمیگم سیدش زیاد بود سیدش بلی. یعنی هر کس اینجا سهم نیست که خوب یادم اسمایش را گرفتیم که میختری سایی بود و میرفی جان بود و قیام سایی بود و خراسانی سایی بست قاسم سایی بست این انسان هایی خوب باید نامش گرفته شد که انسانی خوب به نظر من زیاد است. تشکر بسیار زیاد از لطفتان. خواهش میکنم. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. جناب واسیف سلام. سلام محترم آقای انام عزیز خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ خوب خوب شما خوب تشکر خوب است. تلفن ها امروز درست است خوب است آوازتان هم بسیار صاف و پاک می آید خواهش می کنم بفرماییم از برکت آب و هوای خوب است واقعا واقعا بهترین آواز راست می گیم لطف شما و زمین سلام و درود به همه بیده های شما بیده سلامی و سلام های کمی لحظه فتستن و شما را به تماشا نشستن به هر ترتیب امروز میخواستم با آقای واسیق صحبت آشری جان را ادامه بدیم. بله واقعا دو طرف صحبت هایی داشته شما استناد از قرآن میاونید کاملا کاملا بله قرآن بتاش. بله من میخواییم یک دریچی دیگر صحبت کنم. بله بیش از اینکه مثلا استناد از قرآن داریم ما تقریبا بعضی ها میگن 590 و بعضی ها میگن 790 و اشارت ما خودم یعنی خوشونه کردیم که ببینیم آیات و خوشونه در قرآن و چه تعداد هست. بله. ولی ما میداریم که حدش از 400 و 500 آیه خوشونه در قرآن موجود است که در این کار شدید که عالم دینی کرده نمیتونه و شما استناد برید که در زمانش بوده اما ما یک چیز دیگر رو میدیم میخواییم یک لاجیک دیگر کنیم. بله قرآن و بسیار اسلام از مکتر قرآن کرد این را همه میدانیم و طلوعگاه اسلام از اون غارگوی قرآن بودن. من سوال میکنم که اگر اون جبوده امروز در سرزمین من اسلام به چه شکل آمد
این بسیار مهم است. بله. که اسلام در سرزمین من با کدام اندیشه، با کدام تفکر، بله. با کدام نظر می‌گردد؟ آیا خامیز آمد؟ آیا به دور خشونتبار در سرزمین من تردید شد؟ ولی ما تاریخ داریم. بله. شما اگر آقا به سبسه بکنیم آیه 4 سوره محمد اگر برای ما انجام بخواهیم. بله چرا نی؟ میدارم بله آیه است که قرآن کریم یاد میکنه فاذا لقیتم الذین کفروا وقتی که با کافران شما ملاقی شدین فدر بر رقاب سرایشان بزنین حتی اذا اتخنتموهم تا وقتی سرشان غالب شدین فشد الوثاق پیمان ببندین فا اما منم بعد و اما فدان یک تعداد شما منت بگذارین آزاد کنین و یک تعداد فدیه بگیرین حتی تدع الحرب و اوزارها تا وقتی که جنگ ابزار خود یا ابزار چیز خود یعنی جنگ فروکش بکنه در حقیقت. بله همین مطلب است. خب ما در نقطه بسیار اساس آیات به اصطلاح نظر بندازم از اینکه میگه کفر یعنی منظور کافران. بله 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 ما این واژه بر کسی که معتقد بر دین من نیست نه دیگه دشمن. ببینید ما بسیار مثلا امروز افغانستان یک جنگ داره به پاکستان. بله. افغانستان هم یک مملکت اسلامی و افغانستان هم یک مملکت اسلامی است. ایران بله. هیچ وقت ما گفته نمیتونیم که ما با کافرها روبرو هستیم و ما با دشمنها روبرو هستیم. ببین این دو واژه بسیار بسیار متفاوت در بینشان هست. بله. ایشان و اصلا مترادف هست. متضاد نیست. پس ما اینجا وقتی کافر تیم در این آیت آمده این کافرها اینا سوال ببینید این کافر کی هست؟ بله. که در این آیت آمده امی موضوع که من یک توضیح بسیار بسیار تشکر از این که واقعا امی کلمه ای که یاد کردین کلمه کلیدی از در می آید. ببینید که بیاین من مثال بزنم آقای انام عزیز که شما فکر کنین در خود عراق امی دایشی ها بر علیه ایزیدی ها چی کردن، بر علیه مسلمان ها چی کردن، بر علیه هر گروه دیگه یا هر اقلیت دیگه چی کردن. اگر بیاین که امی آیره امی آیه را اگر ببریم در خود عراق سرزمین عراق ما بعد برداشت ما همیست که وقتی قرآن کریم یاد میکنه که شما وقتی با کافران روبرو شوید یعنی کسایی هستین که دینتان هم توضیح نیم ساعت پیشتر یک ساعت پیشتر توضیحات هم دادیم که یعنی شما کسایی هستین که به هر عقیده و دین آینی که هستین آرام سلجو هستین، خیرخواه هستین، سرکس تعرض نمیکنین، انسانهای خوبی هستین، کمک کده میتونین میکنین، نکدین صدمه بر کس نمیرسانین. اما یک گروه دیگه که حتی امروز داعش امروزی اینمی آیات بر علیه داعش بهترین مثال است. نه تنها مثال، امی آیات بر علیه داعش و داعش گونه ها مثل داعش اونا را خدا کافر میدانه. اگر قرآن کریم یاد میکنه که شما وقت با داعش ها و مسلمان ها بخیتین بر علیه از اینا وقت با اینا ملاقی شدین سر از اینا را بزنین شما چی مشکل دارین با آقای انام عزیز؟ برای اینکه اینا تعرض کردن، اینا زن ایزیدی را سرش تجاوز کردن، دخترش را تجاوز کردن، کشتن، قتل عام کردن، پیر و جوان اینایش مثل از او همه اقلیت های دیگر حال مسئول یک گروه مسلمان باشه که بر علیه جناب بخیزه و بجنگه و بدترین و شدیدترین برخورده بر علیه یمی دایشی ها داشته باشه این کفرو اونمو کساس ند و برداشت مطلق این آقا والا تشبیه نیست آقای انام عزیز این ما بارها و به میعقیده بودیم اصلا وقتی قصد گرامی تشبیه شما بسیار وسیط اما ما یک چیز دیگر باز در اینجا میبینیم ما مقتی زمان جمع میبینیم بلی. ما از این از وقت که از داعش صحبت میکنیم از القاعده صحبت میکنیم یا گروه های دیگری که به نام اسلام اینا سر میبرن یا بلی بلی به اصطلاح خودی ما از در 1400 سال پیش ما طرف میبینیم پس میبینیم در زمان پیامبر کدام داعشی بود که بر اسلام کاملا درست میگن بله من همین نکته رو خیلی من جواب بله همین نکته تا رو جواب بگم یک تصدیق کنم بسیار خوب بسیار خوب ما تاریخ تبری رو میخوانیم بله تاریخ تبری رو میخوانیم تنها پیامبر محمد 13 جنگ داشته
و این که جنگ خرد زیاد زیاد در تاریخ ثابت است که 13 جنگ باشه، اما جنگ های از اینا جنگ های تعرضی بود از نگاه تاریخ، از نگاه تاریخ هم جنگ های پیامبر جنگ های تعرضی بودند. و اون منظور از این که امر به معروف و نهی از منکر، اگر کسی با دین ما همساز است هم نواز در کنار ما، اما اگر کسی هم نوا نیست و همساز نیست او در جمله کافران میاد. عملی که از مدینه دوباره به مکه صورت گرفت این یک عملی تعرضی بوده. شما هر میخواید بسیار کسیمان بله منظورتان در فتح مکه منظورتان بوده؟ بله خوب بفهمم بسیار خوب مایرم توضیح بده. ببینین آقای انام عزیز که اول یک چیز دیگه فراموش کردم که اونم باید توضیح میدادم که شما بسیار خوب یاد کردین پیشتر در صحبت قبلیتون که همین صحبت امروز ولی یک در 5 دقیقه پیشتر که یاد کردین که خب اسلام در اون جا آمد پس در سرزمین ما چطور آمد، در سرزمین ما و شما بله چطور آمد. خب این اسلام گفته اسلام هیچ نوع فتوحات اسلامی را تایید نمیکنه، هیچ نوع فتوحات اسلامی قرآن تایید نمیکنه. قرآن میگه تجاوز نکن، تجاوزگر خدا دوست نداره. اینا تجاوز کردن به خاطر مال آمدن، به خاطر زن آمدن، به خاطر پول آمدن، به خاطر سرزمین قلمرو خدا باید توسعه بدن. اسلام امروز مسلمان افتخار میکنه که جهان در اون دوران فتح شد و اسلام آمد و از اندلس تا اونجا و تا هند و تا اینجا. خب این افتخار برای من خجالت آور است. برای اینکه چرا این کارو کردن؟ چرا این کارو قرآنی است؟ جان جالب است صحبت کردیم. بله فرض اسلام یک دین تعرضی بوده در سرزمین ما. مسلمان تعرضی بوده. من اینو می‌خواستم بگم که فقط مسلمان است که تعرض کرد. مسلمان دید که قدرت داره میتونه چور کنه چپاول بکنه بیاره نام خدا مردمان به زور مسلمان بکنه. وقتی در تاریخ ما می‌بینید که در کابل شاهان در زمان کابل شاهان همین دیواری که روی کوههای بالای سار اینا رو میگیم ببینید 200 سال یک سرزمین میجنگه. بله بله اسلام از اون طرف سر اسلام یا مسلمین هر نامی که میگذارید بیگانه آمدن بر ما با انگیزه اسلام. بله 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 یعنی پس ما امروز حق داریم که ببینیم که برادر تو روز آمدی رد کردی مثل که کسی من خاری مرا ببینه و ما با دستگاه سیاست را بود باز نویسه و تواسی مثلا میشه میگه این قدر قراره ما بود بسن از این خانه برای بله بله ما حق داریم امروز بودیم که آقای اسلام شما متعرض بودیم قدر قراره ما بودیم در دین سرتشت از توحید یک آنه پرستی توحید یک آنه پرستی یک آنه پرستی از دین بله کاملا شکل نیست مسجد و مسجد بگویم ملا را بگویم که آقا تشکر از این هزار سال پاسبانه ما ظلم کرد توهین کرد از بریدین مال بریدین غلام بودین خریز بودین. من روی تاریخ میگم 50,000 مرد جنگ کمربسته جوان را اینا بردن در شهر غلام فروشی مدینه فروختن. شکنیست بله کاملا ببینید بله ببینید عقل دارین کاملا این هم قرآن تو این هم پیامبر تو لطفا خانه را بسیار با سلح آمیز میگیم لطفا خانه را خواهی کنید ببینین ایام نک یک نکته است قابل توجه است. ببینیم که لطفا خانه را خالی کنین این یک نکته داره که شما بسیار درست فرمودین میدین آقای انام عزیز که بله هر مسلمان امروز حق داره که اگر از اسلام خوشش نمیه حق داره که آزادانه من میگم اما در یک فضای ایجاد شوه که آزادانه ابراز بکنه که مثل که شما همین شهامت دارین که ابراز میکنین که یک زردشتی است یک پیرو زردشت است این فرزند. یعنی هر کس همین حق را اگر پیدا کرد و هیچ اذیت و آزار نیافت اونمو جامعه اسلامی است. برای اینکه شما ما دیگر همه حق داریم که بگوییم که ما دیگر از مرز اسلام تیر، اما ما این حق نداریم که یک مسلمان هم بگوییم که تو هم مسلمان اسلام ایلاکو. باز این مطلب تکرار میشه. چرا ما مسلمانی که خوش داره که مسلمان بانه؟ بله حق داره که مسلمان بانه. او کسی که خوش نداره که مسلمان باشه او حق داره که اسلام اعلام بکنه، مسجد هم نره،
برای در کلیسای خود بره، برای در معبد در زرد آتش کده بره، یا در زرد چیزه، هر گروهی که هستن، هر گروهی که محترم است. و ای اسلام است که ما از دید قرآن کریم تبلیغ میکنم و از دید قرآن کریم ما هر کدام هر چیزی که میگم سند دارم و سندش هم قاطعی که 1400 سال کثرت کرده نمیتونه. اما مسلمان، ما به می خاطر میگم که اسلام یک چیز است، مسلمان چیز دیگه است. مسلمان آمده گرفته و تا امروز هم که قرن 21 است، ببینیم که داعش چی میکنه، ببینیم که بوکو حرام آمد 200 تا طفل دخترها را از مکاتب مسیح دزدیدن، بردن یک هفته بعد سرش چادر پوشان، کلمه خوان، کلشان مسلمان شد. طفل 13 ساله 14 ساله آمد. شرم‌آور است، خجالت آور است که داعش اونا رو میگه ما مسلمان کردیم. خب این مسلمانی نیست، متاسفانه در قرن 21 ما داریم. استاد با چه گرامی نداریم سوالات زیاد شد. می دارم کم کم واقعا کاملا فرق میکنم. من 100% من یقید است. بله شما دارم یقید هستید و ما یه باید عقید شد و ما باید سرزباد کردیم که ما موبد موبدان هم نظر نیستم. بله درست است؟ درست است؟ تاریخ و تاریخ گواست که به نام دین زرتشت بسیار کشتن، بسیار زیاد کشتن. اما یک نقطه که ما بیان میکنم که شما اسلام چیز دیگر و مسلمان چیز دیگری. بله ما در اسلام یعنی در زمان پیامبر، ما اگر مثال بیاریم از زمان پیامبر، بیشتر 790 نفر بنی قریظه به امر پیامبر با آیت که در قرآن آمد، این آیا واقعا لکی با کمال مذرد لکی ننگ بردامر پیامبر نمیست؟ ببینید که من امی مطلب بنی قریظه، اولی که آقای انام عزیز من روزگام یاد کردم که خب ببینید که روایات بسیار زیاد، البته این واقع اتفاق افتاده که واقع یک واقع چرا قرآن حکایه میکنه، همه طور که یاد کردید سوره عذاب یاد میکنه. اما این که با این بزرگی و با این وحشت به این شکل اصلا قابل سوال است، برای اینکه آیا او پیامبری کار کرده، آیا امو تعداد بوده، آیا چی بوده. اولی که ما و شما میفهمیم که من روزگام در یک برنامه یاد کردم، حتی یک روز در برنامه‌ای که با روزهای پنجشنبه در تلویزیون پارس همراه دوستای بسیار عزیزی که یهودی، مسیح، زردشتی، بهایی و یک کسی دیگه هم است که ایتیست نیست ولی اگناستک می باشند، در اونجا 5-6 نفر می باشیم. همین سوال مطرح شد، یک بیننده سوال کرد و امیر من برشان یاد کردم که امروز تاریخ یهود که بسیار دقیق است در نوشتن جزئیات تاریخ و مصائبی که برای یهود رسیده، اما همین حادثه را تاریخ یهود با این جزئیات یاد نمی کنه. همونجا دکتر ابراهیمیان، شخصیت بسیار محترم است از یهودی ها، همونجا بودن. من گفتم که دکتر ابراهیمیان عزیز ماستن، اگر اینا کدام تاریخ دارن که در تاریخ خودشان ذکر شده، این مطلب در برنامه آینده همیره یاد بکنن. یک سال شده اما تالیات نکردن اصلا، اما جزئیات نبوده. اما همچون حادثه اتفاق افتاده، یک تعدادشان کشته شده، ولی که البته او هم از نظر جنگی آدم ببینه که خب وقتی در جنگ خیانت میشه، برای اینکه بنی قریظه خیانت بنی قریظه بسیار واضح بود، اما به این که 900 نفرشان سر ببرن، این رو من تاریخ هم آدم نمیتونه که از 300 گرفتن تا 900 نفر هم ذکر شده، حتی کمترین ارقام 13 یا 14 نفر هم ذکر شده. خب این حال کلامش آدم میگیره، ارقام مختلف در این مورد ذکر شده. دوستان در آخر صحبت ها فقط هم خواهد بسیار تشکر را دوستان های متاسفانه بله موضوع سوی تفاهم چند یاد دهانی کردیم و میخواییم همین سوی تفاهم رفع بسازم. شما فرمودین در برنامه شما که قاسم انام در یک دیانت دیگری هستن. بله ما همین میخواییم که دیر واضحی بسازم. بسیار تشکر. در دیانت پدر کلانای خود بودیم و هستم. بله ما یک دین دیگر انتخاب کردیم. بله ما باید دیده از آن بکنم و بسیار آزاده بگم که استاد وسیق شما و بیدونی ها افغان ما دیانت مردم دیگر را قبول کردیم. درست میگه، ایرام درست میگه. بله بله و این
بیاریم، من در دیانت خود هستم، شما دیانت دیگر. خب ما شما زردشتی بوده اصلا در چیز کاملا بسیار بسیار خوش می خوش دیدیم که بسیار از بسیار دوری نوجوانی یاد نه ما با علی تاریخ خود و ما زردشتی نیستم که امروز مقدار و یک تیرا زردشتی های دیگه در اون را به سلاکام می بردارم. بله؟ من بازم همون تفکره که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این بزرگترین و همیشه گفتیم که پیامبر در دشت پیامبر زمینی است. این وحی نامده، بسیاری کسا از زردشتیان میگن وحی آمده، این آسمانی نیست، این دین زمینی، این دین انسانی است. و همیشه گفتیم این یک فلسفه زندگی برای بهتر زندگی کردن انسان ها. این کره خاکیه که ما در جدال هستیم. یک جهان سپاس سپاس از شما آقای انام عزیز، بسیار لطف کردیم، بسیار لطف کردیم، خدا نگهدارتان باشه، روز شما خوش. ببینید که اینجا یک نکته را من یاد بکنم، تاکید بکنم، مسئله کفرو را که چون سر از زیاد پیچیدیم که واقعا من توضیح کافی دادم و از دید قرآن کریم، از دید قرآن کریم او کسایی که به خدا مؤمن به خدا هستند به از هر طریقی که هستند اونا را کافر نمیگه قرآن کریم، اونا مؤمن به خدا هستند، ایمان دارن به خدا از هر طریقی که خدا را شناختن. پس یک مسیحی کافر بودن نمیتونه، یک یهودی کافر بودن نمیتونه، یک زردشتی کافر بودن نمیتونه، یک باهایی کافر بودن، اونا خدا را شناختن به اون شکل، مگر اینکه در قلبشان او کسایشان که در قلبشان چیز دیگه است، قلبن به خدا ایمان نداشته باشه، ظاهرا خدا به یک چیز دادن نسبت دادن، او حسابش علاقه است، کار با خداست، وقت پیش خدا قابل پسند نیست، برای که قابل پسند موقعی است که انسان تسلیم خدا شده باشه و خدا را به اون شکلی که شناخته. ولو مثل یک برادر هندوی ما، یک برادر مسیحی ما، برادر یهودی ما، یا برادر زردشتی ما، یا هر برادرهای دیگه به هر دیانتی هستن، اونا مؤمن به خدا هستن. کافر به کسای اطلاق میشه که امروز مثل داعش و امثالشان که اینا به زور متوسل میشن تا دیانت دیگر را تحمیل و اقلیت ها را از بین ببرن یا مثل از اونا فکر بکنن، مثل از اونا دین از اونا بیاید. به این خاطر امیدوار هستم کلمه کفر و مؤمن تفکیک شده باشه. شما عزیزاره به خداوند سبحان بسپارم، خداوند یار و مددگار همه تان باشه.